پروانه بدن خسته خود را روی مبل انداخت و سرش را به عقب تکیه داد و به صفحه تلویزیون چشم دوخت، در حالی که حواسش جای دیگری بود و توجهی به محتوای برنامه نداشت. رامین گفت: یا اون تلویزیون لعنتی رو خاموش کن یا بزنش کانال دیگه. با صدای فریادگونه رامین از جا پرید و برای یافتن کنترل به اطراف نگاه کرد و تازه فهمید او از چه چیز عصبانی و گله‌مند است. تلویزیون یکی از فیلم‌های رامین را نشان می‌داد. رامین گفت: لعنتی، گفتم اون تلویزیون رو خاموش کن. پروانه کلافه اما محکم گفت: مگه نمی‌بینی دارم دنبال کنترلش می‌گردم؟ رامین خشمگین گفت: پاکه داری، برو خاموشش کن. نگاه پروانه روی پای راست رامین که بر اثر آسیبی جدی در گچ بود ثابت ماند و لب به دندان گرفت. مسلماً اگر قادر بود از جا برخیزد، خواسته هایش را چندین بار تکرار نمی کرد. پروانه با گام های بلند طول پذیرایی را پیمود و تلویزیون را خاموش کرد و از همونجا در سکوت به رامین خیره شد. همه وجودش لبریز از حیرت و ناباوری بود. بازوهایش را به دست گرفت و تلاش کرد چیزی بگوید، اما وقتی لب گشود صدایش لرزان بود. گفت: رامین، من... رامین گفت: چیه؟ لحن سرد و خشک رامین او را وادار به سکوت کرد. وقتی حتی از نگاه کردن به صورتش حذر می کرد، چگونه می توانست با او سخن بگوید؟ پروانه با آرامی مسیری که رفته بود را بازگشت و مقابل مبلی که رامین روی آن نشسته بود و به ظاهر روزنامه می خواند ایستاد. رامین باز هم کوچکترین حرکتی نکرد، گویی پروانه اصلا وجود خارجی نداشت. خسته مقابل پاهایش نشست و درمانده گفت: رامین، من دیگه طاقتشو ندارم، دیگه کافیه. رامین با بی‌تفاوتی گفت: از من فاصله بگیر. پروانه دست بر گچ پایش کشید و با محبت گفت: درد میکنه؟ رامین بی‌حوصله روزنامه رو کنار گذاشت و محکم گفت: به من دست نزن. پروانه قدمی به عقب برداشت و پرسید: باعث آزارت شدم؟ رامین گفت: میدونی که شدی. بغض گلوی پروانه را فشرد، اما به سختی تلاش کرد اشکایش فرو نریزد. از پشت پرده اشک به صورت سخت و عبوس رامین نگاه کرد. رامین دستی میان موهایش کشید و زمزمه کرد: تنها بذار. پروانه با لحنی بغض آلود گفت: رامین. رامین گفت: چیزی نگو، برو. هیچی. پروانه برای چندمین بار ناامید از آن همه تلاش برای کم کردن فاصله، از جا برخاست و به طرف اتاقش رفت. خواست در اتاقش را باز کند که رامین گفت: لطفاً. پروانه با عجله به طرف رامین برگشت. از شوق برآورده کردن تقاضای او دست خوش احساسات شده بود. رامین شمرده و آرام گفت: لطفاً قبل از رفتن ویلچر منو بذار نزدیکم. پروانه با صدای بغض‌آلود پرسید: میخوای جایی بری؟ اگه میخوای جایی بری کمکت کنم. رامین گفت: خودم از عهده کارام برمیام. پروانه ویلچر تا شده رو باز کرد و به سمت رامین هلش داد و مقابلش نگه داشت و پرسید: کار دیگه ای نداری؟ رامین فقط گفت: نه ممنون. پروانه که انگار غم همه عالم بر قلبش سنگینی میکرد، با قدم‌های خسته به طرف اتاقش رفت و پس از بستن در به آن تکیه داد و گذاشت اشک‌هایش از دیده روان شوند. با خودش زمزمه کرد: خدایا خسته شدم. به در تکیه داد و در همان حال سر خورد و بر زمین نشست و سرش را در میان دستانش گرفت. آرزو داشت برای چند ساعت از هجوم آن همه فکر رها شود و دیده بر دنیا و همه پلیدی‌هایش ببندد. دیگر از بازی کردن نقش یک زن خوشبخت خسته بود. دیگر نمی‌توانست به سخنان حسرتبار دیگران که آرزو داشتند به جای او باشند لبخند بزند و سکوت کند. نه، دیگر نمی‌توانست. بینیش را بالا کشید و گریه‌اش گرفت.
شده بود مثل دختر بچه ترسان و بهانه جویی که به هر حال باید گریه می کرد وگرنه از فرط غصه خفه می شد. نگاهش به دفترچه روی میزش افتاد. از جا بلند شد و در حال پاک کردن اشکایش به طرف میز رفت و پشت آن نشست. با انگشتان لرزان دفترچه را گشود و لبخند یخزده‌ای بر لبانش نشست. به زحمت قلم به دست گرفت و چنین نوشت: تا یک ساعت دیگر تاریکی همه جا را به آغوش خواهد کشید. گاهی فکر می کنم اگر سخنانم را بر دل صفحات سفید تو حک نمی کردم چه می شد؟ بیگمان از فرط اندوه خفه می شدم. تا به حال نیمی از صفحاتت را سیاه کردم، اما هنوز نتیجه ای نگرفتم. آه که گویی قلب او از سنگ ساخته شده و آن همه محبت و عشق یک شب در وجودش رنگ باختند. دیگر نه صدایش برایم آشناست و نه چهره‌ای که میلیون ها نفر می شناسند. پروانه قطره اشکی را که روی دفتر چکید با آستین لباسش پاک کرد و در ادامه چنین نوشت: انگار ازدواج کردم که با چند تکه کاغذ سخن بگویم و در این اتاق که از سکوتش بیزارم زندگی کنم. اتاقی که اگر به قاعده اش باشد متعلق به مهمان است. هرچند شاید من هم در نظرش مهمانی بیش نیستم که باید دیر یا زود ترکش کنم. احمقانه است. بیش از 3 ماه از ازدواجمان می گذرد اما در اتاقهای جدا از هم می خوابیم و حتی کلامی مگر بنا به ضرورت با یکدیگر سخن نمی گوییم. بیشتر شبیه قصه است اما حقیقت دارد. حقیقتی آنچنان تلخ که قادر به پذیرفتنش نیستم. بله، رامین بارها و بارها به من گفته که زناشویی من پایان گرفته، اما من هنوز باور ندارم و دست از تلاش نکشیدم. حتی نمیدانم به کدام این گناه آنچنان بر من غضب کرده که هیچ چیز قادر نیست آتش خشمش را خاموش کند. نه مجال حرف زدن میدهد و نه خودش سخن میگوید. درست از همان شب لعنتی، شبی که نزدیکترین دوستش در یک سانحه تصادف جان باخت و خودش حین تمرین از ناحیه پا آسیب دیده بود و برای مدتی از بازی در صحنه محروم شد. چه باور سختی. رامین شجاعی، هنرپیشه محبوب ایران، دیگر تا مدت‌ها در صحنه سینما درخششی نخواهد داشت. احساساتش را درک می‌کنم، اما چاره‌ای نیست. من چه تقصیری دارم؟ مگر من باعث این بدشانسیم؟ او به گونه ای رفتار می کند که انگار به نحوی به من مربوط است. بارها پیشنهاد جدایی داده اما من رد کردم. گویی قید همه چیز را زده، حتی قید من را که روزی ادعا می کرد به وسعت تمام دنیا دوستم دارد. دلم می خواهد با صدای بلند به تقدیر شوم خود نزد همه دخترانی که آرزو دارند جای من باشند اعتراف کنم. شخصیت غریبی دارد. انگار آنطور که باید او را نشناختم. حالا که مهران مرده، بیگمان عرصه پیشرفت برایش هموارتر خواهد بود. اما او قصد دارد برای همیشه با سینما وداع کند. چقدر خستم. انگار که سال هاست که انزوا را تحمل می کنم. مگر من چه کردم که این چنین بر من خشم گرفته و با نگاه های سرزنش بارش عذابم می دهد؟ ما زن و شوهری هستیم که با خلوت یکدیگر بیگانه ایم. اما چه کسی باور می کند؟ او محبوب قلب هاست. شبی که به عقدش در آمدم گویی روی ابرها راه می رفتم. ازدواج با او نهایت آرزوی من بود و چقدر تلاش کردم تا به وصالش رسیدم. آواره شهرها و کشورهای بسیاری شدم و به بهانه تعقیب بازیهایش مثل سایه دنبالش کردم. از این شهر به آن شهر، از این کشور به آن کشور، هر جا تمرینی بود که او در آن حضور داشت
من نیز با قلبی هیجان زده و دیدگانی مشتاق در صحنه حاضر بودم. تنها فرزند میلیونری بودم که پرداخت هزینه سفرهای چند روزه‌ام برایم زحمتی نداشت. شگفتا که با عشق، با رغبت تمام در سرمای زمستان و گرمای تابستان به تماشای بازی‌هایش می‌نشستم و خطر بیمار شدن را به جان می‌خریدم. بالاخره آنقدر تقلا کردم تا توانستم به قلبش رخنه کنم. خود او هم به حضورم عادت کرده بود و یکی از دفعاتی که برای چند صدومین بار امضا می‌گرفتم پرسید: تو این همه امضا رو چیکار می‌کنی؟ نه، نمی‌دانست. نمی‌دانست که امضا فقط یک بهانه است. بهانه‌ای برای نزدیک‌تر شدن. نزدیک‌تر شدن به مردی که بخشی از آرزوهایم بود. مردی آنچنان قد بلند با موهای حالت دار مشکی و چشمانی به رنگ قهوه‌ای بر صورتی خشن، آفتاب سوخته و برونزه که چه با لبخند و چه بی لبخند خواستنی بود. نمیدانم از چه زمان دانستم دیوان وار دوستش می‌دارم. شاید از وقتی که در و دیوار اتاقم را با عکس‌هایش کاغذ کردم و به هر جا چشم دوختم تصویرش در برابرم نقش بست. در آلبوم عکس، در کیفم، میان کتاب‌ها و کمدم، خلاصه همه جا، حتی بر آینه اتاقم. چه روزگاری بود. از به یاد آوردنشان شرم سارم. روزگاری که روی شیشه بخار کرده اسم تو را حک می کردم و حرف اول اسم او را بر گردن می انداختم. رویای او حتی در خواب عمیق شبانه هم رهایم نمی کرد. همه جا و همه وقت با من بود. از بی اهمیت ترین تا مهم ترین فیلم هایش را در نوار ویدیویی نگهداری می کردم. حتی نواری داشتم که با دوربین لنزدار شخصا از او فیلم برداری کرده بودم. خنده آور است، اما من او را بارها تعقیب کرده بودم و مدتها به تماشای خانه اش می ایستادم. نمی دانم در او چه نیرویی بود که مرا به طرف خود می کشید. حتی فکرش را هم نمی کردم که روزی به عقدش درآیم. او برایم حکم یک رویای دست نیافتنی را داشت. پس قانع بودم که لااقل در کنارش باشم، اگر شده به عنوان خدمتکار. جدن دیوانش بودم. میان آن همه خواستگار به دنبال مردی بودم که احتمال به دست آوردنش 1 در 1000 بود. دیگر خانواده هم از دستم خسته شده بودند. دوستان نزدیکم سرزنشم می کردند و می گفتند عقلم را از دست دادم. عاشق رسواست، هرچند که تظاهر کند و پس پرده رفتار کند. گاهی که به سطوح می آیم می گویم راهی است که خود برگزیدم و کاری است که خود بر انجامش اصرار ورزیدم. ماجرای عاشقی من به اندازه قصه های 1001 شب است، طولانی و پر از حادثه. نمی دانم چرا امشب این گونه‌ام و هوای زنده کردن خاطرات گذشته را دارم. شاید از زندگی به این شیوه خسته شدم، چون فقط 1 ماه اول زندگی مزه سعادت و خوشبختی را چشیدم و این اصلا منصفانه نیست. من که او را آسان به دست نیاوردم که آسان از دست بدهم. به یاد می آورم که به عناوین مختلف سر راهش سبز می شدم تا از نزدیک ملاقاتش کنم. در قالب کسی که آدرس را اشتباه آمده، تصادفاً با ماشین به ماشینش زده و خیلی شگرت‌های دیگری که دقیقاً به یاد نمی‌آورم. چند سال در به دری و آوارگی فقط برای همه خوشبختی 1 ماهه بود؟ باور ندارم. هرگز اولین ملاقات حضوری من را از یاد نمی‌برم. البته من او را از فاصله دور و نزدیک به کرات دیده بودم، اما آن دیدار تفاوت داشت، چرا که توانستم چند کلام بیشتر از معمول با او سخن بگویم. او و دوستش مهران برای اسکی به دامنهای کوه آمده بودند. درست همان روزی که من نیز به اتفاق پدر و مادرم به دامنهای کوه رفته و قصد انجام این ورزش را داشتیم. آن روز را هرگز از یاد نمی برم.
دیگر از خانه نشینی خسته شده بودم. پس پیشنهاد پدر را پذیرفتم و با آنها همراه شدم. به این امید که روحیه از دست رفته را بازیابم. دقایقی به ظهر باقی بود که برف سنگینی شروع به باریدن کرد. من و پدر و مادر برای رفع خستگی و نوشیدن چای داغ وارد کافتریا شدیم. من که حاضر نبودم حتی برای دقایقی دیدن آن مناظر زیبا را از دست بدهم، از پدر خواستم چای من را زیر یکی از چترهایی که در بیرون تریا قرار داشت بنوشیم. اما مادر که به شدت سرمایی بود نپذیرفت و پدر هم ترجیح داد کنار او باقی بماند. پس من با یک فنجان چای از آنها جدا شدم و تریا را به قصد بیرون ترک کردم و زیر یکی از چترهای مقابل تریا روی صندلی نشستم. هوای سرد بهمن ماه بود و سرما پوست را می سوزاند. همانطور که آرام آرام چای می نوشیدم و مناظر کوهستان را از نظر می گذراندم، چشمم به او افتاد. در شناختنش شک نداشتم. فنجان را روی میز گذاشتم و پس از درآوردن دستکشم دست در جیب کرده و عکسش را بیرون آوردم و با آن خیره شدم. باور کردنی نبود، اما حقیقت داشت. به آدم هایی که دور برش بودن نگاه کردم. بیگمان کسی او را نشناخته بود. هیچ کس غیر از من که حتی با وجود عینک آفتابی قادر به تشخیصش بودم. او کلاه زیبایی به سر داشت و دست کشهای کلوفتی به دست. به کسی که کنارش نشسته بود نگاه کردم. او نیز هنرپیشه برجسته‌ای بود به نام مهران رستگار. نفسم به سختی بالا می آمد و تنم در آن هوای سرد گور گرفته بود. بار دیگر هر دو را از نظر گذراندم. با یکدیگر گرم گفتگو و خنده بودند و مقابل هر دویشان یک فنجان چای داغ بود. لبخند پیروزمندانه ای بر لبانم نقش بست، ولی مشکل آنجا بود که نمی دانستم از کجا باید شروع کنم. آنقدر با خودم کلنجار رفتم تا اینکه تصمیم گرفتم ساده و بی تکلف نزدش بروم. همونطور که گام برمی داشتم به صورتش چشم دوختم. شاد بود و در تأیید سخنان دوستش به آرامی سر تکان می داد. برای من که تا آن حد شیفته‌اش بودم، چه منظره زیباتر از آن می توانست وجود داشته باشد. درست در یک قدمیشان ایستادم و به صورتش سل زدم. چیزی نگذشت که هر دو متوجه حضورم شدند. نگاه من همچنان بر صورت رامین دوخته شده بود و من تصویر خود را وقتی آنقدر نزدیکش ایستاده بودم در شیشه عینکش می دیدم. او ابتدا به دوستش نگاه کرد و آنگاه به من که ماتم برده بود خیره شد و با لحن متعجب و آمیخته به تردید پرسید: بله، شما کاری داشتید؟ زبانم به سقف دهانم چسبیده بود. مسلماً من رو در حالی که عینک دودی به چشم داشتم و در آن لباسا فرو رفته بودم نشناخته بود. با صدای هیجان زده و لرزانی گفتم: شما باید آقای رامین شجاعی باشید. لب بر دندان گرفت و با دست جلوی صورتش را پوشاند. دوستش خنده‌ای کرد و گفت: لابد منم شناختید. گفتم: آقای مهران رستگار. از خندیدن وایساد. رامین زمزمه کرد: داشتم همین الان خدا رو شکر میکردم که کسی منو نشناخته. به خاطر آرامشش گفتم: نگران نباشید آقای شجاعی، من به کسی نمیگم. با لحنی که حس کردم دستم انداخته گفت: محبت رو در حقم تموم میکنید. مهران گفت: شما چه حضور ذهن خوبی دارید خانم، توی این شکل و شمایل با این کلاها چجوری ما رو شناختید؟ در حالی که به رامین نگاه می کردم گفتم: کیه که چهره شما رو نشناسه؟ آقای شجاعی شما چی، من رو به جا آوردین؟ سرش رو بلند کرد و پس از نگاهی گذرا پاسخ منفی داد. مهران گفت: ما روزانه با صدها نفر برخورد داریم که ابراز لطف می کنن. شما باید یکی از اونا باشید. مهران به جای رامین پاسخ داد. اما همه ی حواس من متوجه رامین بود. او که به نظر می رسید از این اوضاع گله منده است به مهران گفت: خنده‌هاتو تموم کن مرد، چه چیزی این ماجرا خنده داره؟ مهران گفت: اینکه ما به همه تعلق داریم غیر از خودمون. فکرشو بکن، هیچ جا راحت نیستیم،
نه تو پارک، نه سینما، نه کوهستان، نه تو فامیل و حتی نه تو خونه خودمون. یالا خودکارتو در بیار، به گمانم خانوم امضا میخوان. من بلافاصله گفتم نه خیر، من امضا نمیخوام.